محدودیت های لباس دین اسلام تشویق به زینت و زیبایی میکند. برای این آیت های قرآن کریم و احادیث پیامبر صلی الله علیه و سلم آمده است که تأکید کننده این معنا است و الله سبحانه و تعالی فرمود: ای فرزندان آدم، نزد هر نماز زینت خود را بگیرید. و پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند: هر آینه الله تعالی دوست می‌دارد که اثر نعمتش را در بنده اش ببیند. حدیث با روایت امام بخاری. در زینت لباس پوشی معیار محدودیت هاست. لباس زنان نباید به لباس مردان مانند باشد و یا برعکس. دلیل بر این قول پیامبر صلی الله علیه و سلم است که فرمودند: الله تعالی لعنت کرد آن مردهای را که به زنان و آن زنان را که به مردان مانند شود. حدیث با روایت امام احمد. و یا به لباس های کافران و فاسقان مانند باشد. دلیل بر این قول پیامبر صلی الله علیه و سلم است که فرمودند: آن شخصی که به یک قوم مانند می شود، پس آن از جمله آنهاست. حدیث با روایت ابو داود. و یا از لباس های مشهور شهرت یافته باشد. دلیل بر این قول پیامبر صلی الله علیه و سلم است که فرمودند: شخصی که در این دنیا لباس مشهور شهرت یافته را می پوشد، الله تعالی در روز قیامت به او لباس خارکننده را می پوشاند و به آتش دوزخ پرتافته می شود. حدیث با روایت امام ابن ماجه. مراد از لباس مشهور شهرت یافته این لباسی است که بین مردم مشهور باشد و فرق نیست که آن قیمت فخر کننده باشد و یا ارزان و لباس عادی و خاکسار و برای ریا در بین مردم پوشیده باشد و یا در آن اسراف نباشد. دلیل بر این قول الله تعالی است که فرمود: ای فرزندان آدم، نزدی هر نماز زینت خود را بگیرید و بخورید و بیاشامید و اسراف نکنید. به درستی که الله تعالی اسراف کنندگان را دوست نمی دارد. سوره اعراف آیت 31. و یا از لباس های حرام شده باشد، به مثل لباسی که در آن صورت چیزهای جاندار است و یا لباسی که در آن صورت صلیب و یا ستاره یهود باشد و یا لباس زنانه که تنگ و تنوک و کوتاه باشد.